بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. سوال سوم شیطان اینه که میگه هنگامی که خداوند مرا آفرید و مکلف به طاعت و معرفت شدم، پس از آن که او را شناختم و اطاعت کردم، دیگر چرا مرا به طاعت آدم و سجود بر او تکلیف کرد؟ و با توجه به این که این مطلب در معرفت و طاعت من نسبت به خداوند چیزی نمی افزود، چه حکمتی در خصوص این تکلیف نهفته بود؟ خب بعد از این که تو شناختی خدا را و فهمیدی که خدا اطاعتش لازمه، چون او عالمه و تو جاهل، او حکیم است و تو حکمت نداری، علمت کامل نیست، و فهمیدی که عقلت حکم میکنه اطاعت خدا را بکن تا به سعادت برسی، خب خدا تو را امر کرده که از آدم اطاعت کن، این یکی از همون اوامر خداست دیگه. تو اگر واقعا میفهمی که اطاعت خدا لازمه و حکیمانه است، خب وقتی خدا به تو میگه اطاعت آدم کن، باید بفهمی که این حکیمانه است، این به مصلحت خودته، اینم یکی از اوامر خداست. یعنی چی؟ من اطاعت خدا برام لازم و واجب، اینو میدونم ولی به حرفش نمیکنم، اگر بگه این کار رو بکن انجام نمیدم، این که تناقضه. مضافاً بر این که اگر پدر و مادر شما به خاطر محبتی که به شما دارند و فرزند خود را میارن به کمال برسه، یک معلم کامل و خوبی پیدا میکنن و به این فرزند میگن اطاعت این معلم را بکن تا به کمال و فضیلت برسی، کار بدی کردن، این میشه بگه که نخیر من اطاعت شما رو میکنم، اطاعت معلم نمیکنم. میگه خب من تشخیص میدم دیگه. حالا متاسفانه بعضیایی میگن آقا ما خودمون میفهمیم، خودمون میدونیم، ما که بچه نیستیم. یعنی چی بچه نیستی؟ بچه نیستی یعنی چی؟ به سن و سالت نگاه میکنی، بچه بودن و نبودن به سن نگاه میکنه. انسان اگر 100 سال هم عمر بکنه، از جهت بدنش بچه بودنش میره بالاتر و میشه یک مرد و یک، اما از جهت فهم و عقل و شعور و علم تا زمانی که بالاتر تو وجود داره باید دنبال او باشی. اون مقدار رو که میفهمی میفهمی، بازم محتاج و نیازمند به او هستی، همون مقداری رو هم که میفهمی او یادت میده. لذا وقتی که ما علم بی نهایت خدای تبارک و تعالی و بی انتهای باری تعالی را که البته علم خدا عددی نیست، یعنی حد و مرز برای علم خدا اصلا ذاتن و شأنن معنایی نداره، میبینیم و خودمون در مقابل خدا ضعیف نادان، خب باید همیشه اطاعت او کنیم. و وقتی که خدای تبارک و تعالی شخصی را انتخاب کرد و علومی را برای او خلق کرد و اونها معدن علم خدا شدن، همه مردم عقلا باید اطاعت اونها بکنن تا به سعادت برسن. لذا سجده بر حضرت آدم سجده به سنگ و چوب و گل و گوشت و پوست و خون نیست، اون تواضعه، اون تسلیمه در مقابل حضرت آدم، آن هم به خاطر گوهر نبوت و نور ختم ولایت و نبوت که در وجود
آدم نهفته شده، که خود آدم هم حتی موظف است به این خضوع و خشوع در مقابل اون نور الهی که اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشن. این که میگه بعد از این که خدا رو شناختم دیگه طاعت من نسبت به آدم هیچ ارزشی نداره و اضافه ای نداره. چرا؟ ارزش داره، اضافه داره. آن به آن، قدم به قدم انسان مواجه است با جهالات و خطرات، و آن به آن نیازمند به وجود امام معصومه که جامعه رو هدایت کنه و به عدالت و طرف فضیلت بکشونه. ما هیچگاه مستغنی از علم خدا و علم پیامبران و اهل بیت علیهم السلام نیستیم. آن به آن باید دنبال اونها باشیم. و چطور میشه که شیطان میاد میگه من اطاعت خدا میکنم اما اطاعت خدا نمیکنم اگر بگی این کار رو بکن؟ نشد دیگه، این خودش تناقضه. من یطیع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت پیغمبر کنه اطاعت خدا کرده، چون خدا فرموده اطاعت کن. و هر دو هم عقل میگه، عقل میگه باید اطاعت خدا کنی و اطاعت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام کنی. حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی مردم میگه هارون خلیفه من است باید از او اطاعت کنی، اطاعت او میشه اطاعت موسی. وقتی رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، امام از طرف من و خلیفه من و جانشین من و وصی من و وزیر من و معدن علم منه، هر کی اطاعت علی ابن ابی طالب کنه اطاعت پیامبر کرده، و هر کس اطاعت نکنه مخالفت با خود پیامبر و خود خدا کرده. سوال چهارمش اینه که میگه هنگامی که خداوند مرا آفرید و به این تکلیف مخصوص، هنگامی که خداوند مرا آفرید و به این تکلیف مخصوص هم امرم کرد، چرا آنگاه که برای آدم سجده نکردم مرا لعنت کرد و از بهشت راند؟ و آیا چه حکمتی در این ترد و راندن بود در حالی که من کار زشت و قبیحی مرتکب نشدم جز این که گفتم سجده نمی کنم مگر برای تو؟ اینجا دیگه انصافا شیطان وقاحت رو به پایان برده ها، تا آخرش رفته. میگه که من کار قبیحی نکردم، فقط گفتم خدا برای خودت سجده میکنم. خب وقتی که خدا میگه سجده و خضوع و اطاعت در مقابل آدم و پیامبران و انبیا داشته باش، این اطاعت خداست. متاسفانه عرفای ما هم به همین نکته شیطانی رسیدن و میگن شیطان اول موحد عالمه، چون در مقابل خدا گفت خدایا من فقط تو رو به خدای قبول دارم، فقط بر تو سجده میکنم و بر غیر تو اصلا سجده نمیکنم. این نهایت عرفانشون، از شیطان دفاع میکنن و این حرف غیر عقلی شیطان رو بیان میکنن. خیر، وقتی که خداوند تبارک و تعالی تو را خلق کرد، اولا که میگی چرا خدا مرا حالا که نافرمانی کردم لعنت هم کرد و از بهشت بیرون کرد؟ خب ما بارها عرض کردیم همان طور که ثواب و پاداش در مقابل اعمال شایسته حکیمانه است، تنبیه در مقابل اعمال ظالمانه و غیر عقلی و غیر حکیمانه نیز از بالاترین کارهای حکیمانه است. خداوند تبارک و تعالی اگر ما را تنبیه نکنه به خود و بذاره، این چه خدایی، چه محبتی، چه تربیتی؟ تازه این همه عذابهای سخت و شدیدی که باری تعالی قرار داده، هنوز ما این همه چیه؟ به طرف باطل میریم و نافرمانی میکنیم. بعد تازه میاد اون آقای نفهم نادان توی منبرهاش آیات صریح قرآن رو انکار میکنه. خدا رحیمه، خدا مهربانه، مگه میشه خدا اینقدر عذاب کنه؟ مگه میشه خدا آتش بزنه؟ مگه میشه؟ مگه میشه؟ اینقدر نمیفهمه که این همه عذابهای سخت که خدا قرار داده، هنوز بشر همیشه دنبال هوا و هوسه. اگه اینم قرار نمیداد و میخواست همش ناز شما رو بکشه که من خیلی خوبم، شما هر کار دلتون میخواد بکنید، بازم من خیلی خوبم. خوبی که نهایت ظلم بود که خدا برای ما کرده. کدام پدر و مادر حاضر میشن که بنده هاشون رو، کدام پدر و مادر حاضر میشن که فرزندان تحت تربیت خود رو رها کنن و در مقابل بدی هاشون تنبیه نکنن و اینجور اینها رو رها کنن که از فضائل و کمالات و سعادت های خودشون غافل بمونن؟ لذا میبینیم که در روایات ما
بسیار و در آیات ما به این مطلب عقلی تأکید شده که خداوند تبارک و تعالی از نهایت حکمت و لطف و مهربانی خود ما رو چی آورده با این تنبیهات مواجه کرده که مفصل من اینا رو عبور میکنم تا جایی که مثلا حضرت امیر علیه السلام میفرمایند در وصف جهنم عمق آن بسیار و حرارت آن شدید و شراب آن چرک و خون و گرزهای آن فولادین است، عذابش رو به کمی نمی رود و ساکن آن رهایی و مرگ ندارد، خانه ایست که اصلا در آن رحمت نیست و فریاد اهلش هرگز پاسخ داده نمی شود. شیطان تو اینا رو ببین، با این که اینا رو میبینی تازه بادم شیطنت میکنی، بازم راه فساد میری، بعد میگی خدایا چرا عذابای سخت برای من قرار میدی، چرا عذاب برای من قرار میدی؟ این خیلی حرفت غیر حکیمانه است. سوال پنجمش اینه که میگه چون مرا بیافرید و به طور مطلق و مخصوص تکلیف کرد، پس اطاعت نکردم لعنتم کرد و مطرودم ساخت، دیگر چرا به نزد آدم راهم داد؟ بعد از این همه چرا خدا منو دو مرتبه تو بهش راه داد؟ تا داخل بهشت شدم و به وسوسه خیش گمراهش کردم تا این که از درخت نهی شده خورد و در نتیجه او را با من از بهشت بیرون راند، در حالی که اگر مانع ورود من به بهشت نمی شد آدم از شر من در امان بود و جاودانه در بهشت می ماند. خب اولا که خدای تبارک و تعالی اگر تو رو تو بهشت وارد کرد برای چی؟ برای که به عقل و شعورت مراجعه کنی، به لطف خدا ببین مراجعه کنی، لطف خدا رو ببینی، احسان خدا رو ببینی، گذشت خدا رو ببینی، دست برداری از این قبائح، برگردی تو هم اطاعت خدا کنی. آدم هم در مواجهه با تو مجبور به اطاعت تو نبود، خدا با این امتحان داره آدم رو به بالاترین کمالات میرسونه، اینی که تو را هم میاره مقابله. شیطان این که خدا میاد تو را مقابل حضرت آدم قرار میده، این بالاترین لطفه. اینی که خداوند تبارک و تعالی آدم را در مقابل تو و تو را در مقابل شیطان، این که خداوند تبارک و تعالی آدم را در مقابل تو و تو را در مقابل آدم قرار میده، این بزرگترین لطف خدا به حضرت آدمه. یک مربی وقتی که میاد صدی جلوی پیش رفت و حرکت کسی که تربیتش میکنه قرار میده تا او راه چاره بیندیشه، او با این موانع دست و پنجه نرم کنه، به اختیار خودش به کمال برسه، این داره کمکش میکنه. نمیشه بگی تو چرا مثلا با من کشتی میگیری، خب بذار تا من با خودم برخصم. میگی نه، تو میخوای کشتی یاد بگیری، تو به فضائل و کمالات برسی، باید یه نفر قرار بدی مقابلت که با هم دیگه درگیر بشین. خدای تبارک و تعالی اختیار را نه از تو گرفت، نه از آدم، نه در بهشت نه در غیر بهشت، در همه جا باری تعالی صحنه امتحانش رو قرار داده و اینها هر چی که میبینیم خدای تعالی اسباب امتحان را بیشتر میکنه، این الطافش نسبت به من و تو و حضرت آدم و همه موجودات بیشتره که این کار را انجام میده. لذا میبینیم حضرت آدم در همین مورد نمیاد بگه خدای چرا شیطان اومد، چرا من مواجه به شیطان شدم، نه، میگه خب در مقابل این ترک اولا الان فضیلت و کمال من اینه که تواضع کنم، اعتراف کنم، توبه کنم و این بالاترین کمال منه. لذا میگه ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای ما یه اشتباه کردیم، ما یه خطا کردیم و و و اگر تو نبخشی، اگر تو نیامرزی و این توبه ما را که خضوع ماست، خشوع ماست، کمال ما که به طرف تو حرکت میکنیمه، اگر اینو نپذیری ما خسران خواهیم کرد. یعنی دقیقاً همان چیزی را که شیطان به جهل و غرور و تکبر خودش بد میدونه و فعل خدا را بد میدونه، فعل خودش رو میخواد توجیه کنه، شیطان اینجوریه، حضرت آدم برعکسه. فضیلت و کمال را از طرف الطاف الهی میبینه، خدا را دارای لطف و
عظمت میبینه و احسان و خودش را مقصر و این باز کمال آدمه. میبینیم که شیطان چیه؟ نه، راه خودش رو بخواد بره. و اینجاست که میبینیم حضرت عیسی سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام اومده یک نقلی ادیشن شده که من بر هلاکت و تیره روزی شیطان ترحم کردم و نیز بر حال انسانهایی که او ایشان را میفریبد تأسف خوردم. خداوند پرسید چه حاجتی داری؟ عرض کردم خداوند دا تو سبب هلاکت شیطان و نیز فریبها و کجیهای او را میدانی، پس بر او رحم فرمای. خداوند فرمود من از او در میگذرم، فقط او را وادار کن که بگوید پروردگار و هر آینه من خطا کردم، پس بر من رحم کن. پس خوشحال شدم و یقین داشتم که این صلح را به جای خواهم آورد. لذا شیطان را خواندم، آمد و گفت چه کاری من باید برای تو انجام دهم؟ گفتم برای خود خواهی کرد، چه این که من دوست ندارم تو به من خدمتی نمایی. من تو را فقط برای چیزی که صلاح خودت در آن است فرا خوانده ام. شیطان گفت اگر تو خدمت مرا نمی خواهی، من هم خدمت تو را دوست ندارم، زیرا من از تو شریفترم و تو لایق نیستی که به من خوبی کنی، تو گلی و من روحم. ببین به عوض یه نفر میخواد راه نشونت بده، بگه خیلی ممنون، تشکر، بفرمایید، بیا، با تکبر نشون میده. گفتم این سخنان را واگذاریم و بگوی آیا بهتر نیست که به حال و جمال اول خود برگردی؟ تو خود میدانی که به زودی فرشته میخائیل تو را در روز بازخواست به شمشیر خدای 100,000 ضربت میزند و از هر ضربتی عذاب 10 دوزخ میبینی. شیطان گفت باشد، در آن روز خواهیم دید که لشکر کدام یک از ما بیشتر است، چه این که در آن روز مرا یاران بسیاری از فرشتگان و بت پرستان نیرومند خواهد بود که خدای را مضطرب سازند. همین حرفایی که الان این بچه کوچولوهای آتئیست میزنن در مقابل خدا، فکر میکنه که الان دیگه صحنه امتحان را براش آماده کردن، یعنی این دیگه هر چیزی میخواد به خدا بگه، خدا قدرت نداره جلوش رو بگیره. و به زودی خدا خواهد دانست که چه اشتباه بزرگی مرتکب شد که مرا به خاطر گل ناپاکی مطرود ساخت. گفتم ای شیطان، عقل تو ضعیف است و نمیفهمی که چه میگویی. پس مسخره کنان سر خود را جنبانید و گفت حالا بیا و این مصالحه را بین من و خدای تمام کن. اینک چه کاری باید انجام دهم؟ چرا که تو دارای دانش درست میباشی. دقت کنید، شیطان در مقابل عظمت انبیا اقرار به دانششون میکنه. تمام این کفار میدونن، دشمنان اهل بیت همشون اقرار داشتن که اهل بیت این فضیلت رو دارن و اینها ندارن. گفتم لازم نیست، فقط دو کلمه را بر زبان آوری. گفتم لازم است فقط دو کلمه را بر زبان آوری. گفت آن دو کلمه چیست؟ گفتم این که بگویی گناه کردم، پس بر من ترحم کن. شیطان گفت من البته با خوشی و خرسندی این مصالحه را میپذیرم، اما اگر همین دو کلمه را خدا به من بگوید. پس گفتم باز شو ای رانده شده، باز شو از من ای رانده شده، زیرا که توی گناهکار پدید آورنده هر ستم و گناه، و خداوند دست دادگر منزه از گناهان. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خالق الافلاک سمیع بصیر، ارزقني هداك جنب لساني، أوهب لنا ذاك والخير الكافي، ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر.